خب این عباس علی کریمی چه ارتباطی به کارهای ما داره؟ از شکایت همین آدم رسیدم به شرکتی که مدیر عاملش بوده. به اسمش ضمانتنامه از بانک گرفته بودن. شرکت هم زیر مجموعه صندوق کاوش بوده. اسم شرکت چی بوده؟ مارال دیده سبا. بدون هیچ رزومه و سابقه ای از بانک فردا بهش ضمانتنامه سنگین داده بودن. شما که از اتفاقای بانک فردا خبر نداشتیم که، نه؟ یه مدتی اونجا به عنوان مشاور رفت آمد داشتم، ولی بعدن دیگه منفک شدم. حالا هم پرونده صندوق کاوش و بانک فردا رو تجمیع کردن توی شعبه. آقای دکتر، ما این همه هزینه کردیم، این همه هزینه کردیم که تو درد سر نیفتیم، هزینه کردیم که صندوق از بحران در بیاریم، هزینه کردیم که بازنشسته ها متضرر نشن. هزینه کردیم؟ یعنی چی هزینه کردیم؟ سفارش کردی به دامادم وام بدن که اونم رفته وام گرفته و تسویه کرده و تموم شده. حالا هم نگران همین اطالعه تحقیقات هستم که بعدم برام درد سر نشه. الان پرونده دست کیه؟ بازپرس صدرا حسینی. با جناق شما؟ من از سر خیرخواهی با شما همکاری کردم. در ضمن بازپرس حسینی آدم خیلی پیگیریه. خوبه که گفتیم، ممنونم. اون تا به این سادگی ها نمیتونی خودتون رو بکشین کنار. الان تو وضعیتی نیستین که بتونین این کار رو بکنین. بابته سر ماجرای فرهاد زود قضاوت کردم، وامش مشکل حل شد. حامد حلالم میکنی؟ میخوای بیام جلو خانواده عذرخواهی کنم؟ نیازی نیست. سلام برسیم. این عباس علی کریمی کدوم خریه؟ نمیشناسیش. دارم از تو میپرسم که بشناسمش. اسمش به عنوان مدیر عامل یکی این شرکت ها ثبت شده بود، شرکت مارال دیده سبا، همون که با شرکت نفت درخشان طرف بوده سر قضیه غیرا. دقیقاً چه غلطی کرده؟ ضمانت‌نامه تسویه نشده، حسابش بلوکه شده، رفته شکایت کرد. خب برای چی تسویه نشده؟ همه این خورده کاری هم باید شخصا نظارت کنم؟ و دستمون در رفت. از دست تو در رفت قبول. اون قوام برای چیه کل خر رو گذاشته به عنوان مدیر عامل که زرتی هم بره شکایت کنه؟ امانی چرا اینجوری میکنی با خوده؟ توی هر قشری آدم ناتو پیدا میشه، یکیش خود من. حکمت جمعش که الان حوصله ندارم. من همه اینا رو به قوام گفتم، میگه من یه عمر دارم شرکت میفروشم، تو این همه آدمی که به خط کردم یه دونه گاف پیدا میشه دیگه. آخه این چه حرفیه داری میزنی؟ این حرف یعنی چی؟ قلب آدم هم یه اون بر آدم کار میکنه، یه هوا میسته اسمش میشه سکته، میتونه بفرستت سیره کش قبرستون یا یه اون زمین گیرت کنه. همه اینا رو بهش گفتم، گفتم که حیثیت همه رو به باد داده. اینقدر به من نگو بهش گفتم، بهش گفتم. بگو الان چی کار باید بکنیم.
الان که احتمالاً یه پرونده به جریان افتاده دیگه. احتمالاً نه سعید، احتمالاً نه، واقعاً به جریان افتاده. بازپرس داره تحقیق میکنه. اصلا معنی این برای تو روشنه؟ حالا بازپرس کی هست؟ یه بابایی به اسم صدر حسینی. یعنی با جناق حامد سعادت، تو نمیشناسیش؟ من از کجا بشناسم؟ این همه اتفاق افتاده، همه گند زدن، ما اینجا نشستیم داری درباره یه فیلم و سینما و اینا حرف میزنیم. من خودم چند باری با این یارو صحبت کردم، به چند جوری هم تهدیدش کرد. نتیجهش؟ هیچی، آدم سفتی راه نمیاد. حالا آقا سعید، شما از این به بعد هیچ کاری نمیخواد بکنی. یعنی چی؟ یعنی اینکه من تعاطی این بازپرسه رو در میارم، بعد میشینم چند تا پلن جدید میشینم که از راه قانونی و منطقی کله پاش کنیم. حکمت، نری یک گند جدید بزنی بعدن به گوش من برسه. شما تا حالا از من حرف سوس شنیدین آقای امانی؟ این روز از همه میشنوم. چرا اینجوری میکنه؟ قبول حق با شما دارید جون. میگم جانم، میگم خانم جون، الان شما دیگه سه بار دیگه قرار گذاشته با این بند خدا بعد نشد به نتیجه نرسید. مادر جان، قضیه اون زندگی هم تو شرطکی که نمیشه آخه. نه دیگه، شرطکی که نمیشه. صدر جان، حرف آخر تو چیه؟ نه یعنی من میگم اگه این قضیه کش پیدا بکنه مهدو واسه مهدیه میفهمه دیگه. میدونه من پنهانکاری کردم، بعد خب بر من بد میشه دیگه. نگران نباشی، هیچ کس نمیفهمه. تو اگه یه بار دیگه بیای من سنگامو باش با بکنم. قبول باشه خانم جان. قبول حق باشه با هم پش پش میکنی عزیزم. داریم درد داریم میکنی. خب چیه به مام بگی؟ من برم غذا رو گرم. نه شما بفرمه، من خودم گرم میکنم. آقا صدر یه دقیقه تشریف بیارم آشپزخونه. دست درد نکنه. چرا؟ مهتاب زنگ زد همه چیزو گفت. چی گفت؟ اینکه رفتی با قامت حرف زدی عذرخواهی کردی دیگه. آها، آره دیگه، اشتباه کرده بودم، رفتم عذرخواهی کردم. ممنونم ازت. برم قضا میشینم. ای داده بیداد فرزانه خانم، دیر اومدی، ما چاخ شدیم. 20 سال منو دیر پیدا کردی. نه بابا، من باید اینو یه سایز کوچیک‌تر می‌گرفتم. ببین اومد کل قضیه جمع و جورتر می‌شد. اول اینکه من اصلا دوست ندارم جمع و جور باشم. دوم من یه ذره مثلا روسی است که میگه همه ی آدمای جذاب دنیا چاقن. هم مرد هم زن. سوم من 40 ساله توی مملکت مدیرم با یه سر وضع ساده. الان اینا رو بپوشم مردم پسرم چی میگن؟ تو تهران که نه، مثلا رفتیم شمال، رفتیم خارج. الان من نگاه کن. اینو بذار سره. سرت بیار جلو، سرت بیار جلو. اینم بزن. باور کن هیچ کی نمیشناستت. سرتو بیار بالا، بالا من نگاه. خیلی بهت میاد بابا، خیلی جذاب شدی. نمیخواد درش بیاره این عکر رو میدزدنه اون وقتی که خودم هم صاحبت نیستم. یه ضرب المثل فرانسوی است که میگه پیر مردان نباید ادای جوونا رو در بیارن، جوونام نباید ادای پیر مردان در بیارن. تو از 100 تا جوونم جوونتری، قربونت برم. از ناهید میترسی؟ نه بابا، ناهید چیکار به کار ما داره بنده خدا. فرزانه خانم، ما در این گنبد گردون به کجاییم؟ تو کجا؟ خلاصه اگه مشکلی هست بگو من باش صحبت کنم. ای داد،
محمد رضا جانم، تو امروز به من دروغ گفتی؟ چی؟ امروز به من دروغ گفتی؟ بله دروغ گفتم. جدی؟ یه وقتی میپرسی یعنی فهمیدی دیگه، وقتی هم که فهمیدی باید اعتراف کنم. یعنی تو هیئت مدیره بانک هیچ اختلافی پیش نیامده بود که تو از صندوق زدی بیرون؟ نه هیچ مشکلی پیش نیامده بود. پس چی؟ احضارم کرده بودن. از کجا؟ از دادسرا. دادسرا؟ خب مگه دفعه اولت بوده؟ چرا انقدر ریختی به هم؟ گفتم به شما نگم دیگه حساب شما به هم نریزه. الان که بدتر شد. منو نگاه کن، بگو چی شده. یه بازپرسی احضارم کرده بود غیر از اون بازپرس صندوق. خب چی بود ماجرا؟ ماجرای پرونده دیگه، میخواستن ببینن که پای صندوق وسط نباشه. خب بعدش چی شد؟ چند تا سوال ازم کردن، منم چند تا جواب شدم. خب اگه قضیه انقدر ساده بوده تو چرا انقدر ریختی با هم؟ آخ نه اونقدر به هم ریخته نیستم. دوشم برم دیرم شده. خب من دیگه برم. مطمئن باشم چیزی نیست؟ چیزی که بود ولی به من مربوط نبود. خیلی نگرانم، کاش شب میموندی همینجا. نه نگران نباش، ناهید منتظرم دیگه. به سلامت. خداحافظ. خداحافظ. چیه ماجرای احضار دکتر؟ مگه خودش به توضیح نداد؟ جواباش خیلی سر بالا بود، من چیزی دستگیرم نشد. قضیه این پرونده جدید چیه؟ چیز مهمی نیست. شما خودتو درگیر نکن، نگرانم نباش. من نگرانم و امانی. گفتم بهت نگران نباش. خداحافظ. خداحافظ. سلام عزیزم. بشین شامتو گرم کنم بیارم. بیرون یه چیزی خوردم، بیا کارت دارم. آرمان جونم من به تو نگفتم هر شب قبل از اینکه میخوای بری خونت بیا اینجا شام بخور بعد برو؟ نمیشه که هی فست فود فست فود. با سوانی صحبت کردی؟ چرا؟ گفتم که به نصف پول خونم مونده، چکم پاساشه بعد خسارت بدم. اه بابا بدون هماهنگی بی خود رفتی خونه عوض کردی. خب مگه عوض کردن خونه هماهنگی میخواد؟ اون خونه لعنته که واسش مشتری جور میشد که آویزون تو نبودم. چه خونه به اون خوبی؟ کوچیکه، دلم میگیره. بابا کجاش کوچیکه؟ بعدش هم دکتر الان درگیر کار من، نمیتونم بهش بگم. بهش بگم من اصلا بهت نمیده. خونهمو بفروشم بهش پس میدم. شش ماه نشده پول گرفتی. حالا اینو هی بزن تو سر من. اصلا که خونه من فروش نرفت چند ماه دیگه ایجا پول میگیرم میندازم جلوش. شغلت چیه شما؟ از کجا میخوای پس بدی؟ مگه 10 بار تا حالا از سوهانی برات پول گرفتم تونستی پس بدی؟ شدی لنگه اون سوهانیه. آرمان بی ادب نشو. خودم به موقع بهش میگم. اصلا نمیفهمی نه؟ چکم اگه پاساشه باید خسارت بدم، اون خونه به اون خوبی رو دست میدم. الو یه دقیقه گوشی دستت. خلاصه ایشون چند جا رفته گفتم به ما ربطی نداره. البته کارشناس چند تا اداره رو مقصر دونستم، تا زیر بار نمیرن. مسئولیت کانالا به نظر من البته هم به عهده شهرداریه هم اداره های منطقه. آها به عهده هر جا، مسئولیت قبول نمی کنن دیگه. خب پس من بعد یک کیک اداره دارم سر بزنم ببینم مسئولیت کانالا به عهده کیه. بری انکار میکنن. شما یه تانکر جور کن برو از این کانال آب بکش، چند روزم این کارو انجام بده. هر کی هم اومد بهت گیر داد یادداشت بکن از کدوم اداره اومده. فایده ای هم داره؟ حالا من فایدهش بعدم بهت میگم، فقط نفهم من از دادسرا اومدی. خیالت راحت شه. مطمئن؟ خودت سرم کن چیزی بهشون بگو دیگه. حالا نگاه کن میام بچه ای که میگم میبینی موضوعش طور خدا برو به سامان برسون ماجرا رو. حتما سریع. آقای اختیاری یه دقیقه. سلام آقای مارد. سلام آقا مرد حسابی، دوباره این بچه رو برداشته آوردی؟ من بهت نگفتم نیا؟ گفتم که پاش تو گچی باید عملش کنه، من نمیفهمم باید چی کار کنم. گفتم بیام اینجا شما ببینیش بلکه دلت بسوزه با حالش یه رحم به حال ما بکنی.
عزیز من کارم رو انجام میدم، سر موقع هم بهت زنگ میزنی. من الان ضابطو فرستادم دنبال کار شما. نه یار بچه رو دیگه، میخوای قسم بخورم برا؟ نه کاکوی جونم، نمیخواد قسم بخوری. همین که میگی دنبال کارتم خیالم راحت. برو خیلی بده بچه رو بردا ببر، نذار اینجا بمونه. چشم. حاجتون کار انجام شد. وکالتنامه رو گرفتی؟ بله آقای دکتر. تا پس فردا همه اسناد و مدارک رو میفرستم خدمت. خیلی. حساب کتابش مشخص کن بفرست رو موقع من. چشم. باید زن. دست شما در میکنم. خدا حافظ. اگر همون موقع یک کاغذ بینتون رد و بدل میشد به این خنسی نمیخوردی. بفرمایی. اینم خدمت شما. ممنون. پسر دایی هم همون حرفی میزنه که من گفتم. پسر دایی نه. آقای دکتر. خدا خیرت بده. من همیشه تو فامیل گفتم آقای دکتر مرده، همیشه به فکر فک و فامیلش هست. خب دخترها نمیخوان شوهر کنن؟ آقای دکتر جوانای امروزی فقط تاخچه بالا میذارن. شما که بعد از باباشون براشون پدری کردین، الانم اگه خواستگار خوب داریم بفرستین. اینم حواستون باشه. بالا من هر کاری برای اینا کردم وظیفه‌ام بوده. لطف بوده. پسر دایی میگم ما اینا رو امضا کردیم بعداً برامون دردسر نشه. حفاظت زبونه تو گاز بگیر. مگه دکتر کاری میکنن که برای ما دردسر بشه؟ خیالتون راحت بشه. هیچ دردسری برای شما نداره. ولی اینکه نگرانیم خیلی خوبه. آدم این روزا باید مدام مراقب خودش باشه. یه وقت کلاه گنده سرش نره. دو تا ماشین با دو تا آپارتمان به نامتون کردم. تا وقتی به نام شماست اجاره یکیش مال شماست. آقای دکتر با ناهید جر و بستتون شده که به اسم ما زدین، یا این دختر فرزانه چنبر زده رو اموالتون؟ نه بابا، حقوق اونا محفوظه. تا وقتی من زندم اینا مال شماست، وقتی هم که نبودم یه دونه آپارتمان مال شماست، بقیه رو تحویل ناهید میدین. و سلام. دست شما درد نکنه، ولی خب پیش ما باشه که چی بشه؟ یعنی چی که چی بشه؟ یعنی دختر جان مگه فضولی؟ به شما چه ربطی داره؟ شاید میخواد مالیات نده. مگه میشه مالیات نداد پسر دایی؟ نه ما مالیات میدیم، منتها یه پیچیدگی‌ای داره که بعدا من براتون توضیح میدم. این اتفاقی که امروز اونجا افتاد رو هیچ کس خبردار نشه. بله. نه فک و فامیل، نه دوست آشنا. خیال تخت دکتر جان. خب تا شما شیرینی بخوریم من بگم نسکافاتون رو عوض کنن. همشون وام گرفتن، وامای کلون، وثیقای نصف و نیمه، بدهی همشون هم به بانک صفر، البته رو کاغذ. یعنی اول با زد و بند وام گرفتن، بعدم عین بچهای خوب رفتن بدهیشون رو به بانک پس دادن. بخش زیادیش هم با آپارتمان و ملک. ببین که همه این شرکت ها وامای کلون گرفتن، همشون زیر مجموعه این صندوق کاوش، مدیر عامل صندوق محمدرضا سوهانی به بانک فردا رفت آمد داره، نشون میده هنوز یه چیزی هست ما بهش نرسیدیم. تنها رایی که الان داریم تعقیب مراقبت از همین باباست. باید ازشون اطلاع جمع کنیم، هم سوهانی هم عطارزاده. نه این عطارزاده رو بذار از خارج برگرده، فعلا نمیخوام حساسیتی ایجاد بشه. خاجلو تو چی میگی؟ فعلا هیچ. صحبت کردم، اگه سوالی هست در خدمتم. بالاخره معاونت اعتبارات یه پست مهمیه. بله، باید در مورد کسی که این مسئولیت مهم بهش سپرده میشه خیلی دقیق باشی. شما که میدونید بنده خیلی در این زمینه دقیقم، چون صندوق بازنشستا برام بسیار اهمیت داره. من از اداراتی که آقای قانه در اونجا کار کردن تحقیقات کردم، به یک جمله رسیدم.
آقای قانع مردی ساده، پاک دست و متعهد هستند. شما از قبل این آقای قانع رو میشناختین؟ والا همکاری نزدیک با هم نداشتیم، ولی دوستان مشترک بنده و ایشون رو خیلی تایید کرد. بسیار خوب. اگر در مورد آقای قانع سوالی نیست، گزینه بعدی آقای مهندس رجبی هستن. من خدمت آقای دکتر عرض کردم. آقای رجبی به هیچ عنوان مورد تایید بنده نیستن. ضمن اینکه در ماجرای ارزهای دولتی اسم ایشون در پرونده اومده بوده، ولی با این حال من ترجیح میدم که هیئت مدیره در مورد ایشون تصمیم بگیره. ولی مجرم شناخته نشدن. بله، اجازه بدید من این موضوع رو باز نکنم. باشه برای بعد. خب اگر موردی نیست بریم سراغ گزینه بعد، آقای عباسی. در مورد آقای عباسی من خدمتتون عرض بکنم که من بیشتر ترجیح میدم که آقای امانی در مورد ایشون صحبت بکنن. این بازبرزی که من دیدم بد جوری میخواد مو از ماست بکشه بیرون. شما زیادی جدی گرفتینش دکتر. نمیدونم دیگه، عقلم به جای قد نمیده. تمرکز اون روی دخل و تصرف شما در انتصابات. شما هم که به بهترین نحو جوابشو دادید و تمام. ما هم بیکار نشستیم، خیالتون راحت. یه جوری ماجرا رو حلش کن، بد جوری اعصابمون رو هم ریخته. چشم. به نظرم این روزا فشار کار رو شما زیاد بوده. یه خورده خودتون از این بلبشو دور کنید. از کجا میترسم اقدام بکنم اینا حساس شن؟ اگه حساس شده بودن که تا حالا ممنوع خروجتون کرده بودن. از کجا میدونی؟ نکردم. شما اقدام کن، نگران نباشید. اون با ما. ای داد. خانم شیرزاد هماهنگ شن. چشم. آقای امانی عکس اون بازیگره که خواستینه برکنم بکنم بفرش. خانم بچشین اینو، از اتیوپی اومده. چیه ماجرای این هزار؟ شما چرا این شکلی شدین؟ اتفاقی نیفتاده که. دکتر خیلی به هم ریخته است. یه قطار که رو ریله با سنگریزه پرت کردن چهار تا بچه که از ریل در نمیاد. اینجوری که دکتر فکری شده موضوع خیلی مهمتر از سنگریزه پرت کردن چهار تا بچه است. ای بابا دوباره سوزونده این قهوه رو. یه قهوه درست کردن ساده بلد نیستن. خانم ببینین، یه بازپرس از شهرستان اومده تهران. کسی هم که میاد تهران میخواد سر و صدا را بندازه، خودی نشون بده، عکس کار براش مهمه. الان هم کلی خوشحاله که دکتر سوهانی رو احضار کردم. همین. من دارم با شما صادقانه حرف میزنم. داستان این بازپرس شهرستانی ما همین بود. بالاخره هر کسی دوست داره خودشو نشون بده، هر کی یه جوری. الان شما ناراحتی که دل یه آدم آرزومند و شاد کردی؟ مگه بازپرس پرونده صندوق حامد سعادت نبود؟ هنوزم هست. احضار دکتر مربوط به یه پرونده دیگه است که مقصرش هم قوامه. قوام چه ربطی به دکتر داره؟ بفرمایید. با اجازه. آقای حسینی شما با دفتر حاج آقا تماس گرفتین؟ بله. گفتن حاج آقا عجله دارن، میخوان برن جایی. اگه ممکنه همین الان تشریف ببرید. خیلی ممنون. حالا من نفهمیدم نتیجه چی شد؟ شنود؟ نه، با این ادله اصلا نمیشه مجوز شنود برای زانی گرفت. آقا اگه من مطمئن بودم این متهمه خب بازداشتش میکردم دیگه. بازداشت با شنود چه فرقی میکنه؟ بابا طرف سالها مدیر بوده، مورد اعتماد بوده، اصلا مدیر نبوده. مگه میشه بدون ادله کافی وارد حریم خصوصی مردم شد؟ آقا من اصلا خودم جواب پس میدم. حله؟ رئیس کل دادگستری باید مجوز شنود رو صادر کنه، تو جواب پس میدی؟ عجب حرفی میزنی. شیشه کثیف رو نمیشه با دستمال کثیف تمیز کرد. باید مسیر قانونی رو بریم. روشنه؟
نه دیگه، توجیه شدم. دستمال کثیف، شیشه کثیف. آقای حسینی، میخوای من برم شما خودت چراغا رو خاموش کنی، کلیدم بدم درو ببندی بری؟ بابا جلسه دارم، بیا دیگه. بله چشم. سلام دکتر. سلام آقای نوایی عزیز. بیا یه مقداری پرتقال از باغچه برات آوردم، ببری برای خانوادت، ارگانیکه. خدا خیرت بده، ما نمک پرورده ایم آقای دکتر. ببینم این روزا آدم مشکوکی این طرف ها نهیدی؟ نه. اگه احیانا کسی رو دیدی که با دفتر ما هم کار داشت به من خبر بده. رو چشم آقا. خب خیلی خب، بیا اینم دشته امروزت. خدا برکت بده. خدا حافظ. خدا نگهدارت باش. بله متوجهم آقای امانی. چشم، حالا من خودم زنگ میزنم دوباره پیگیری میکنم. ممنونم. بله خداحافظ. سلام. سلام. اینو بخونی؟ سایت خبری سینما روز آمده در مورد شما مطلب رفته که معلومی سر کلتون از کجا تو سینما پیدا شده و از اینجور حرفا. خیلی خب، ممنون اطلاع دادین. بفهمی سرکارتون. آریان سلام. جانم آقای امانی، همین الان زنگ میزنی به مهپور تا توی این سایت سینما روز آمده در رو ببینه چه مرگشون. اگه پول میخوان 2000 بندازه جلوشون، دهنشون رو ببنده. این جفنگیاتشون هم امروز بردارن. چشم میانم. جانب امانی، آقای قوام منتظرتونن. خوبین شما؟ جناب آقای قوام، برای من سوال پیش اومده، دلم میخواد بدونم تو چطور نتونستی جلوی عباس علی کریمی رو بگیری کنترلش کنی؟ والا من در جریان نبودم که چه خبطی کردی که بخوام کنترلش کنم. 10 میلیارد پول میگیری شرکت تمیز تحویل بدی، باید در جریان باشی. سلام آقا، روزتون بخیر. سلام آقا، این هم رسیدی واعظی یک ماه. خودتون فرمودید که چک میکنید تا من بعد بدم حساب داری. دست درد نکنه. خواهش میکنم، انجام وظیفه کردم. حالا اگر اجازه بفرمایید از حضورتون مرخص بشم. از فردام دیگه لازم نیست بیای شرکت تا بهت خبر بدم. نیوم کار بدی کرده؟ نه آقا جمشید، اتفاقا شما از معدود آدمایی هستی که کارشو درست انجام میده. نگران نباش، شما نیایم حقوقتو میگیری. خدا خیرتون بده. حالا اگه اجازه بفرمایید من بیام این گوش موشا بشینم. اگه کاری هم نبود اشکالی نداره، چون من آدم خونه نشینی نیستم. قربان، تو مگه نگفتی حال زنت خوش نیست؟ خب برو یه خورده کنارش باش، بهش رسیدگی کن. خدا بزرگی کمتون نکنه. با اجازه. باشه شما. الان شما برای چی نشستی آقای قوام؟ منتظر یکی دیگه پیداشه چوب بکنه لاچرخمون؟ شما اجازه بده من یه نسقی از این کریمی بکشم. شما دیگه حتی به هیچ زنگ هم نمیزنی. در هر صورت شرمنده. با اجازه. کلیتش رو میخوام بدونم مظفریان، میخوام ببینم برنامه چه. حالا راجع به جزئیاتش بعدا میتونیم با هم صحبت کنیم. اولین کاری که میکنم اینه که کاتالوگ کاغذ دیواری ها رو براتون میارم که از بینش انتخاب بکنید. بعدش هم که طراحی سه‌بعدی سقف کاذب و نورپردازی بشه. برای تی وی وال هم از این متریال دکوراتیو جدید استفاده میکنیم. معذرت میخوام ازت.
جانم عزیزم بزن مظفریان را بندازم. خب تو پاشو بیا پایین پیش ما. خان شادمان الان میام. باشه باشه من میام پیشت، من میام پیشت. مظفریان قشنگی یه چیزی رو جنسم خیلی مهمه. من نداری یه چیزی بچسبونی دو روز بعد تبله کنه لاغت دو سال دووم بیاره. خیالت راحت باشه. متشکرم ازت عزیزم. به سلامت. خدا حافظ. بله میگم خانم اگه تو فک و فامیلی آشناها آدم قابل اعتمادی دارین معرفی کنین که علل حساب خونه رو به نامش بزنیم تا بعد. برای چی؟ برای محکم کاری. به هر حال قیمت این آپارتمان خیلی زیاده. اگه به اسم شما یا دکتر بزنیم ممکنه حساسیت ایجاد کنه. چرا باید حساسیت ایجاد کنیم؟ اگه قراره که خبردار بشه. به هر حال دکتر مدیر سرشناسیه. با این وضعیتی هم که تو فضای مجازی داریم و هر روز پته یه نفر رو میریزن رو آب، ما احتیاط کنیم بهتر. اینجا رو به اسم یک نفر میزنیم و شما میای به عنوان مستأجر میشین توش. اومدیم اینجا رو به اسم یکی زدیم یارو دبه کرد. تکلیف چی اون وقت؟ خب برای همه میگم آشنای مطمئن معرفی کنیم. من آدم مطمئن نمیشناسم. اما یه موقع حرف رو جلو دکتر نگیا. از وقتی احضارش کردن خیلی حساس شده. دو تا جمله که میشنو و دیده گفت اصلا نمیخوام. دارم به تو میگم. خیلی خوب. خودم یه فکری به حالش. خب به نام من بزنیم. بعدارم توی دفترخونه وکالت بلاعز می‌نویسیم به اسم خانم یا دکتر که هر وقت خواستم بزنم به نام خودشون. کسی از جناب عالی پرسید آقای حکمت خودتون رو میندازیم وسط؟ امانه اینجاست خودش حل و فصلش میکنه دیگه. اینجا رو چشش گرفته خانم. میخوام برم میشه دکتر، شما خودت حل و فصلش. بفهمید، بفهمید. آقای امانی، من غلط کردم این پیشنهاد رو دادم. من میخواستم کار شما رو را بندازم. در ضمن به فکر جیب شما بودم. اگه به اسم خودم میخریدم میتونستم براتون تخفیف خوب بگیرم چون مالکش موکلمه. مرد حسابی، تو حداقل 10 تا پرونده دستاتی که هر کدوم از این پرونده ها میتونن یه وکیل رو بزنن زمین. از اختلاس چند صد میلیاردی بگیر تا قتل و غارت. خیلی خوب، گفتم که غلط کردم، ببخشید. نازت بر من چرا اینقدر زیاد شده؟ من 15 ساله 20 ساله دارم کار وکالت میکنم، کسی جرأت نکرده به من چپ نگاه کنه. اون وقت شما به من متلک میندازی؟ چقدر بهت سیر قیمت میده؟ 10%. ببینید 10% اینجا چقدر میشه؟ اگر دلتون بود به هم اعتماد کنید. من به تو اعتماد دارم خره. من نگران اینم که دکتر نسبت به همه چی دلچرکین بشه. نگرانی من بابت اون درب و داغونایی که موکل تو هم دور و بر تو رو گرفتن. اون درب و داغونایی که موکل منم آقای امانی، اونم بدنگان خودم، باید کمکشون گرفت. ببخشید یه لحظه کوشی. متوجه شدی؟ الو. خب چقدر برات مالیات بریدن؟ نصفشو میتونی بدی؟ یک سومش تو باشه، به اندازه یک سومش دلار بگیر، با اسناد مدارک شرکت تو دفتر حساب کتابات فردا ببر بذار دفتر من. چباویز چندباری هم تهدیدش کرده ولی فایده نداشته. تا حالا دریا رفتی؟ که چی؟ آره یا نه؟ خب آره. تو ساحل وایسادی کم کم میری جلو، میری داخل آب، میبینی آب تا زانوته، بازم میری جلوتر، میبینی آب تا شکمته، خیالت راحته، بازم میری جلوتر، خوشحالی. یه یه موج میاد و زیر پات خالی میشه، 3-4 متر زیر پات خالی میشه. خب باید زیر پای صدر حسینی خالی بشه، همچین زیر پاشو بکشیم که نفهمه از کجا خورده. تازه اونم مرحله به مرحله. اگه یه زیر پاشو بکشیم ممکنه بقیه شک کنن. آروم سر فرصت. ما وقت زیادی نداریم. میدونی من چرا موفقم امانی؟ چون صبرم زیاده. الان چیکار باید بکنم؟ شقاویز رو بس کن به من که بریم سراغ عباس علی کریمی. اون اون آپارتمانم بزن به حسابم، کمی چند روزه برم کارو تموم کنم. با سعادت در ارتباطی دیگه. آره. رابطتون دوستانه است یا خصمانه؟ بشین. Thank you.
سنگ مردم رو سینه میزنیم، ولی دامادتون پول همه مردم رو زده به جیب بازنشست های صندوق کابوش. این ویلا، اون ماشینا، اون همه پول از کجا اومده؟ من حکمت هستم، وکیل شما. وکیل؟ رفتی زن اون مرده شدی، به هر چی که میخواستی رسیدی، مفت و مجانی. این بازی از اول یه بازی دو سر برد بوده، بس خجافتتون.